بنا به گزارش رسانه های رسانه ها های زیادی در پروژه ساخت اولین قبرستان مسلمانان در آتن حاصل شده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رسانه‌های یونانی اعلام کردند که کار ساخت اولین قبرستان مسلمانان در آتن پایتخت یونان تقریبا تکمیل شده است. روزنامه تینیا گزارش داد که ساخت اولین قبرستان مسلمانان آتن پس از گذشت هفت سال از آغاز به پایان نزدیک می شود. او اشاره کرد که ایالت یونانی آتیکا بودجه ساخت این گورستان را تعمین کرد و این قبرستان در تابستان 2023 آماده بهره برداری خواهد شد. در سال 2016 کلیسای یونان تصمیم گرفت تا قطع زمینی متعلق به این کلیسا در آتن را برای احداث قبرستان مسلمانان تخصیص دهد تا امواتشان را در این زمین به خاک بسپارند. شورای اعلای کلیسای یونان در بیانیه‌ای در آن سال گزارش داد که این کلیسا برای قبرستان مسلمانان 20 هزار متر مربع زمینی را اختصاص داد که در سال 1992 میلادی به شهرداری وقت برای استفاده از این زمین به عنوان قبرستان داده شد. اهمیت این تصمیم برای این است که در آتن پایتخت یونان هیچ مسجد یا مقبره‌ای برای مسلمانان وجود نداشت و مسلمانان یونان مجبور بودند که اموات خود را یا در قبرستان اقلیت ترکیه در شمال شرقی این کشور به خاک بسپارند و یا آنها را با وجود مشکلات مالی به کشورهایشان برگردانند لازم به ذکر است ورود اسلام به کشور یونان سابقه هزار ساله دارد هنگامی که مسلمانان در سال 653 میلادی جزیره رودوس را فتح کردند اسلام به تدریج در این جزیره و نواحی اطراف آن گسترش یافت و 470 سال در این منطقه حضور داشت